زندگی از کاخ تا کانتینر. نگاهی بر زندگی و اعتقادات ببرک کارمل و مقایسه آن با اهداف و نتیجه جهاد رهبران جهادی. هر قوم و ملتی برای خودش تقویم و روز شماری دارد که حساب و کتاب زندگیش را بر اساس آن انجام می دهد. از تقویم چینی گرفته تا تقویم مسیحی، اسلامی، هجری، آفتابی و مهتابی. ولی یک تقویم دیگری هم بین ملت‌ها بر اساس جریانات و حوادث تاریخی، حوادثی از تلخی‌ها، خوشی‌ها و ناخوشی‌ها، عزت‌ها و ذلت‌ها شکل می‌گیرد. حالا گذشته از این حرفا، روزی من هم به دنبال تقویم حوادث کشورم می‌گشتم که در این ماه، یعنی در ماه 12 سال مسیحی، چه واقعات مهمی در سرزمین مصیبت بار افغانستان رخ داده است. در اولین نگاه به دو واقعه مهم برخوردم که هر دو واقعه برایم جالب بود. اولش مرگ دردمندانه ببرک کارمل، رئیس جمهور و رهبر حزب دموکراتیک خلق افغانستان، و آخرش هم تشکیل شورای بی پایه و بی اساس به نام حل و عقد استاد برهان الدین ربانی. من وقتی به زندگی کارمل توجه می کنم، این مراحل از فراز و نشیب در زندگی او را خوب می بینم و یادم از فریادهای خشمگین از عزم آهنین و گامهای استوار او می آید که با چه انرژی و قدرت و چه ایمانی قوی و محکم و عزم راسخ فریاد مرگ بر امپریالیزم را سر می داد و گلو پاره می کرد و در آن شعارش که فشرده از ایمانش بود بس راسخ و استوار گام برداشت و به پیش رفت. او برای آزادی و عدالت و برچیدن ظلم و استبداد قیام کرد تا آخر هم ایستاد و سرانجام هم در کانتینری که نشانی از راستگویی و صداقتش بود در عالم غربت و محرومیت جان باخت. گرچه منافقین سیاه دل مرحله آخر زندگی او را زندگی در کانتینر نشان از ذلت و زبونی او قلمداد می کنند، در حالی که خوب می دانند که زندگی کانتینری او بود که او را شهره آفاق کرد و زبانزد خاص و عام نمود. مردم ما از زندگی شاهان و رهبران گذشته این ملت چیزی به یاد ندارند. اینکه در کجا زیستند و چطور مردند برایشان فرقی نمی کند. ولی زندگی کانتینری کارمل به عنوان یک حادثه ثبت شده در تاریخ و جزء خاطرات این نسل است که به نسل‌های آینده این ملت منتقل می شود. مخالفین و دشمنان فکریش همراهی و همپیمانی او را با کشور شوراها یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نقل و نبات مجالس خود کرده بودند و او را به عنوان یک انسان کافر نامسلمان، کمونیست روسی و بی ایمان می کوبیدند و خود را علمبردار آزادی، استقلال، عزت و شرف و اسلام ناب محمدی قلمداد می کردند. ولی در این رابطه یک مطلب را فراموش کردند و یا هم نخواستند به آن اعتراف کنند که ببرک کارمل تنها راستگوترین و بی‌ریاترین رئیس جمهور در تاریخ افغانستان بوده است. او هیچگاه دروغ نگفت و ریا نکرد. او در ایمانش صادق و راست بود. او نگفت که من حکومت اسلامی می آورم که بعد خلافش را کرده باشد. او هیچگاه از خدا و قرآن و پیامبر به عنوان وسیله برای فریب مردم استفاده نکرد. او از اول گفت برای نجات این کشور از فلاکت سیاسی و اقتصادی سوسیالیسم را انتخاب کرده است و در راه انتخاب کرده خودش از هیچ تلاش و جهدی دریغ نورزید. حتی دعوت او از عساکر قشون سرخ شوروی با ایمان او در تضاد نبود، زیرا در آن زمان تنها کشور شوراها بود که از مبارزات جنبش‌های آزادی‌خواه در سراسر جهان حمایت می‌کرد.
درفش سرخ برافراشته در مسکو مایه افتخار و مباهات هر سوسیالیست و آزادی خواهی در جهان بود و او بنابر شرایط خاص سیاسی، دینی و فرهنگی حاکم بر جامعه به اجبار به سوسیالیسم پناه برد. سؤال از اینجا چنین مطرح می شود که آیا این دین و مذهبی که ما به نامش سینه چاک می کنیم و خود را پیروش می دانیم آنقدر شفاف و باصفا و جذاب بود که مورد پذیرش روشنفکران و دردمندانی مانند کارمل واقع می شد؟ و آیا تأثیرات مثبت این دین در زندگی ما مؤمنین در حدی درخشنده و عالی بود که موجب دلگرمی و جذب دیگران می گردید؟ با توجه به وضعیت فلاکتبار دین در آن روزگار، اگر شما جای او بودید چه می کردید؟ حتماً می فرمایید که اسلام همون اسلام سنتی با ولایت جناب ملا و مولوی، اسلام ضد علم و دانش، ضد ترقی و پیشرفت، ضد آزادی و ضد کرامت انسانی، همان اسلامی که یک انسان نااهل، فاسد و بی احساس خوشگذران را به نام شاه سایه خدا معرفی کرد و او را به مدت 40 سال بر مردم بیچاره ما تحمیل نمود. آیا قرائت دین از زبان اولیای دین برای یک روشن فکر دانشگاه رفته قابل قبول بود؟ آیا روشن فکر افغان می توانست قبول کند که خداوند زمین را روی شاخ گاو قرار داده و گاو هم در پشت ماهی و ماهی هم روی آب است و هر وقتی که گاو قسمتی از بدن خود را تکان می دهد زلزله در زمین رخ می دهد؟ منتها مشکل کارمل این بود که خداوند برایش عقل داده بود که به مزخرفات دینی این چنینی ایمان نداشت. او قبول نمی کرد که خداوند سایه داشته باشد و بعداً سایه اش در وجود شاه از خزانه ملت دزدی کند، ظلم کند و ستم نماید. کارمل درک کرده بود که مصیبت، فقر و بدبختی جامعه افغانستان کار خدا نیست. خدا نمی خواهد که جمعی از بندگانش فقیر باشند و مریض باشند. آن طوری که شما نمی خواهید فرزندانتان، برادرانتان و حتی دوستانتان فقیر و بیچاره و بدبخت باشند. در حالی که رابطه خدا با بندگانش 1000 مرتبه مهربانانه تر از روابط ما انسان هاست، چطور ممکن است بگوییم فقر جامعه ما کار خداست و جز صبر چاره دیگری ندارد؟ کارمل ریشه فقر را در نظام حاکم بر جامعه سراغ کرده بود و برای برچیدنش به دنبال سوسیالیسم رفت. و یا شاید هم بگویید که خب کارمل می توانست اخوانی می شد، با برادران یک جا کار می کرد. اولا با کمال تأسف که اخوانی ها به عنوان عکس العمل از جناب چپ وارد میدان شدند، وقتی که بسیار دیر بود و چپی ها به صورت جدی نقاط کلیدی و حیاتی جامعه را گرفته بودند. اخوانی ها وقتی وارد معرکه شدند که کارمل به عنوان یک مارکسیست و تئوریسن مارکسیسم در جامعه رهبری حزب قدرتمند مانند پرچم را داشت و چندین سال از کاروان ما جلو بودند و از جانب دیگر برادران از همان اول با عینک و بینش کافر و مسلمان به میدان آمدند. به استثنای چند نفر محدود به نام استاد و پروفیسور که معلوم هم نبود کجا تشریف دارند و اکثریت دیگر از اعضا و هواداران نهضت اسلامی بهره کافی از دانش اسلامی نداشتند و هیچ برنامه مدرن و مشخصی برای تربیت اسلامی جوانان وجود نداشت و متاسفانه که تا اکنون هم وجود ندارد. دار و ندار ما در وادی علم و فرهنگ ما همون رساله چند صفحه‌ای به نام ما چه میگوییم نوشته سید قطب شهید و کتاب فیلسوف نماهای آیت الله مکارم شیرازی و برهان قرآن نوشته صدرالدین بلاغی بود که مولوی محمد نبی محمدی رهبر حرکت اسلامی افغانستان قسمت‌هایی از آن را به صورت قرآن حفظ کرده بود و در سخنرانی تاریخیشان
در مجلس شورای افغانستان بدون تغییر و تحریف آن را قرائت نمود که شنوندگان بی سواد انگشت حسرت به دندان گرفتند که جناب مولوی صاحب عجیب سخنرانی دقیق و حساب شده ای ایراد نمودند. آثار دکتر علی شریعتی در آن زمان اخوانی پسند نبود، زیرا بزرگان ما زیر گوشکی می گفتند که شریعتی گرایشات سوسیالیستی دارد و نوشته هایش به درد مسلمانان نمی خورد، چون امپریالیسم و نظام سرمایه‌داری را در سخنرانیش رسوا می کند. بعدها فهمیدیم که بیچاره بزرگان ما زبان شریعتی را نفهمیدند و از درک بیان و کلام آن پیام آور جدید عاجزند. مگر سیدال شعله‌ای نبود که توسط حکمتیار در پوهنتون کابل شکمش با چاقو پاره پاره شد و بیچاره به جرم مبارزه و عدالت خواهی از دنیا رفت؟ و گلبدین هم به عنوان جوان مسلمان انقلابی خوبتر و بهتر جا افتاد؟ در حالی که اگر منطقی در کار می بود می فهمیدید که مشکل فکر و اندیشه را نمی شود با چاقو و تفنگ و کشتن و بستن حل نمود و قرآن با پیامبر در این مورد به تندی صحبت می کند و می گوید آیا تو مردم را برای پذیرش دینت مجبور می کنی که دین تو را قبول کنند؟ خداوند به رسولش می خواهد بگوید که تو چه کاره هستی که مردم را وادار به ایمان می کنی؟ این قول خدا کجا و چاقوکشی گلبدین کجا؟ ولی آنچه واضح و آشکار است این که اگر کارمل با ما یک جا می شد حتما این افتخار را نمی داشت که پایان عمرش را در کانتینر سپری کند. او هم بمانند ما به ناز و نعمت و آب و نانی می رسید و به بهانه مختلف در داخل و خارج از کشور صاحب جاه و بارگاهی می بود که افتخار زندگی در کانتینر را نمی داشت و امروز زندگی کانتینری او مایه شرم و رسوایی دیگران نمی شد. به طور مثال شخصیت روشنفکر و ادیب به نام رسیده کشور که این همه تعریف و تمجید از شخصیت علمی و ادبیشان صورت می گیرد بیشتر زندگی مبارک خود را در خدمت دربار سپری نمودند. شما یک بند شعر و مقاله اعتراضی در باب بی‌عدالتی و ظلم حاکمان بر جامعه در طول پادشاهی و حیات پربرکت اعلی حضرت از ایشان سراغ ندارید. ولی سروده هایشان در مذمت و محکومیت کمونیسم و لشکرکشی کشور شوراها بس فراوان و دلپذیر و به هر گوشی از شرق تا به غرب عالم هم رسیده است. اما اگر راستش را بگویم، این سروده های او در دوران جهاد ارزش آنچنانی نزد مردم افغانستان نداشته و ندارد، زیرا فضا و جو ضد روسی و ضد کمونیستی دوران جهاد مردم افغانستان علیه ارتش متجاوز شوروی به حدی داغ و پررنگ بود که حتی حیوانات این عالم هم بر حاکمیت کمونیسم نعره نفرت سر می دادند. چه رسد به انسانها و خاصتاً که آن سروده ها دوران جهاد شنونده هایی در مقامات بالا داشته بود و به هر بند و مصرعش باران سیم و زر نصیب می شد. ولی برعکس در آن طرف خط شعرا و ادبای چپی کمونیست دردمند و انقلابی بودند که از مردم سخن می گفتند و ناله مردم را داشتند. باریق شفیعی و سلیمان لایق و ده ها تن دیگر از قلم به دستان مربوط به جناح چپ ضد نظام سلطنت و شاهی بسیار زیبا می نوشتند و زیبا می سرودند. حالا انسان روشن فکر دردمند و آزاده کدام یک را می پسندند و کدام یک از این شعرا را مردم پسند و خدا پسند تشخیص می دهد؟ جوابش روشن و واضح است. ولی ما که خیلی علیه کارمل داد زدیم، نه تنها علیه او بلکه علیه بسیاری انسانهای خوشنام و دلسوز دیگر مانند مرحوم دکتر محمد یوسف و مرحوم محمد هاشم میوندوال. ما که غیر از خودمان کس دیگر را مسلمان نمی دانستیم. بیاد دارم برج عقرب سال 1351 خورشیدی را تظاهرات بزرگی
از تمامی گروه‌های سیاسی که در پل باغ عمومی مرکز شهر کابل برگزار شده بود، هر گروه بیرق و مردم خودش را داشت. کمونیست‌ها، مساواتی‌ها به رهبری محمد هاشم میوندحال، اخوانی‌ها که بزرگترین جمعیت را مساواتی‌ها داشتند که مرحوم محمد هاشم میوندوال سخنرانی تاریخیش را در همان روز و در همان جا ایراد کرد. میوندوال کمونیست نبود، انسان مؤمن و متدین بود. منتها حکومت دینی را قبول نداشت و می گفت وقتی دین و حکومت یک جا شود، آبروی دین از بین می رود و قدیسیت خود را از دست می دهد. بیچاره میوندوال دلش برای دین می سوخت، ولی اخوانی ها با او بمانند کافر برخورد می کردند. در آن روز وقتی اخوانی ها می دیدند که بیشترین جمعیت مردم به دور میوندوال جمع شدند و به سخنرانی او گوش می دهند، برای تخریب و برهم زدن نظم و اختلال در سخنرانی او شعارهای بی‌معنی و پوچ از بلندگوهای پرقدرت سر می دادند. و من هنوز یکی از این شعارها را به خاطر دارم، و یا شعاری که کمونیست ها خطاب به اخوانی ها می دادند: ترسم نرسی به کعبه ای اخوانی، این راه که تو می روی به انگلستان است. این شعار در آن روزها بس تلخ و ناگوار به گوش می رسید، ولی حالا چه شعار با مزه و دلنشینی شد. وقتی ما مسلمانان با انگیزه جهاد علیه کفر به میدان رفتیم، آیا براستی آنچنان بود که می گفتیم؟ براستی خداگونه عمل کردیم؟ براستی عدالت اسلامی را حداقل در بین خودمان و در ساحه نفوذ و قدرتمان عملی کردیم؟ آیا قدرت و توانمندی ما ریشه در ایمان و اعتقاد ما به خدا داشت؟ و یا به جاهای دیگر و کمک‌های پنهان و آشکار زورمندان دیگری مانند ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش در سطح جهان، در حالی که ناظران غربی از طریق پاکستان جنگ و جهاد ما را لحظه به لحظه رصد می کردند، همین که اندکی تنور جنگ سرد می شد، بلا فاصله هیزم جدید بر آتش و به تندور می ریختند. موشک های استینگر به عنوان سلاح استراتژیک برای اولین بار از شانه رهبران جهادی و بنیادگرای ما علیه هواپیماهای روسی فایر شد. منتها بعد از فایر و شلیک استینگر، شعار شاد باش را با صدای بلند الله اکبر ما می دادیم و می گفتیم ای مجاهدین اسلام، ایمانتان را سست نکنید. درست است که موشک استینگر هواپیمای سخوی روسی را سقوط داد، ولی متوجه باشید که عامل اصلی نصرت و کمک الهی است که به سراغ ما می آید. ما بندگان بیچاره و بیخبر از دنیا و معاملات پشت پرده، باز فریاد الله اکبر هم سر می دادیم و کنفرانس های پیروزی با هلهله و باز هم شعار جهاد تا فتح مسکو را بلند می کردیم. منتها غربی ها با تحلیل از اوضاع با دقت همه مسائل را تحت نظر داشتند. در آن روزها از جناب ریگن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گرفته تا مجلس سنا، وزارت خارجه و سفارت اسلام آباد و اعضای CIA، سازمان جاسوسی آمریکا، همه از مؤمنین و بنیادگراها بودند. ادبیات معمول در آن روزها تنها ایمان به خدا بود. بین سخنرانی‌های رهبران مجاهدین و سفیر آمریکا در اسلام آباد کمتر فرقی موجود بود، زیرا همه از ایمان و قدرت خداوند و پیروزی حق بر باطل سخن می‌گفتند. از کلمه دموکراسی خبری نبود. غربی‌ها فهمیده بودند که مجاهدین را از این کلمه کفری دموکراسی خوش نمی‌آید و برای خوشی خاطرشان به کارگیری کلمه دموکراسی را برای مدتی تا پایان حکومت شوراها تعطیل کرده بودند. جنگ مردم افغانستان علیه شوروی ها آنقدر حساب شده و دقیق بود که وقتی برهان الدین ربانی به عنوان رئیس مجاهدین به امریکا رفت،
سناتورهای آمریکایی جمعیتی او را به مجلس سنا بردند و هنگامی که ایشان در آن مجلس درفشانی می کردند، یکی از سناتوران مجلس سنا که جمعیتی بود، به عنوان حمایت جدی از سفر رهبر محبوبش، با کلاه و پکل به سر شعار بلند الله اکبر سر داد و با فریاد الله اکبر از سخنان برهان الدین ربانی حمایت می کرد. صدای الله اکبر با کلاه پکل در مجلس سنای ایالات متحده امریکا نشانه هایی از گرایشات رهبران امریکا به اسلام تلقی می شد و ما بیچاره های فریب خورده در لباس نمی گنجیدیم که نام خدا و اسلام رو به پیش رفت است. چون صدای الله اکبر از مجلس سنا بلند می شود و سناتور امریکایی کلاه پکل بر سر می کند و آن صدا ما را آنقدر احمق ساخت که جناب مولوی محمد یونس خالص، یکی دیگر از رهبران مجاهدین، در دیدارش از کاخ سفید و ملاقاتش با ریگن اصرار داشت که او را به اسلام دعوت کند و ISI برای خرساختن ما بیچاره ها در پیشاور تبلیغ می کرد که نماز شب بخوانیم و دعا کنیم که خداوند در دل ریگن رئیس جمهور امریکا محبت و عشق اسلام را جا دهد و دعوت مولوی خالص را قبول کند و مسلمان شود، زیرا او مالک دل هاست و این کار نزد خداوند مشکل نیست که صبح از خواب بلند شوید و از رادیوها بشنوید که جناب ریگن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا کلمه شهادت بر زبان جاری کرد و مسلمان شد. و آنگاه قدرت بزرگی به مانند امریکا، مرکز خلافت اسلامی و با یک تهدید همه دنیا مسلمان و دین خدا سراسر عالم را فرا خواهد گرفت که به حمدالله نشد، وگرنه این بار جنگ سوم جهانی با انگیزه اسلامی و جهادی و قدرت اتمی ایالات متحده اسلامی امریکا ریشه آدمیزاد را از کره زمین برمی‌چید و چه فاجعه هولناکی که واقع می شد، به حمدالله نشد که نشد. بیان این قصه ها خبر از آن می دهد که بیچاره رهبران ما در عالم بیخبری و ساده اندیشی توان رهبری جنگ به آن بزرگی را نداشتند. رهبری جنگ را قدرت های دیگری انجام می داد و این فرصتی پیش آمد که مخالفین اتحاد جماهیر شوروی آن روز به صورت عام و ایالات متحده به صورت خاص از وجود ما به عنوان نیروهای جنگی و ملیشایی خود به صورت غیر مستقیم استفاده کنند. در دوران جهاد رهبران ما به صورت عموم همه چیز را به خوشبینی و انشاءالله حساب می کردند. بنابراین کارمل به عنوان انسان راستگو و بیریا به اندیشه و فکرش خیانتی نکرد و صداقت و راستیش بود که به عنوان رئیس جمهور و رئیس یک حزب قدرتمند پایان عمرش را در کانتینر سپری کرد. زندگی او در کانتینر نشانه ای از پاکی و صداقت او بود. اگر او هم نه به اندازه برادر مجاهد کبیر 180 میلیون دلار تنها 1 میلیون دلار دزدی می کرد، به خوبی می توانست زندگی غیر کانتینری برای خودش داشته باشد و با خانواده اش در یکی از کشورهای بیرونی راحت و آرام زندگی کند. اما زندگی او در شهر حیرتان در کانتینر نه تنها مایه عزت و وقار او، بلکه مایه شرمندگی و رسوایی دزدان مکار و حیلگر به نام جهاد و مجاهدین شد. زندگی او در کانتینر مایه نفرت و انزجار از کسانی گردید که برادرانشان از خزانه ملت 180 میلیون دلار دزدیدند و بی‌شرمانه هم اعتراف می‌کنند که برادران کرزی و فهیم صاحب پول قرضه خود را به کابل بانک پرداخت کردند و هیچ کس هم نیست که فریاد زند آی وجدان مرده‌های کثیف بی ایمان، بس است، یک مقدار شرم و حیا هم چیز خوبی است. آخر شما با کدام صلاحیت و قانون این همه پول را از بانک برداشت کردید که حالا زیر نام قرض از بازپرداختش سخن می گویید و با کمال تأسف که همین جناب دزد
وقتی با هیکل و صورتی از دوزخیان زنده در روی زمین سخن میگوید و با الحمدلله سخنش را آغاز میکند. میخواهم بگویم که اینها بودند و هستند که دین خدا را سبک ساختند، آبروی جهاد را بردند و مجاهدین راستین را بدنام کردند. مردم ما را به سطح جهان بی آبرو و بی عزت ساختند، در حالی که مجاهدین اصلی که تفنگ بر شانه داشتند شبها و روزها را با شکم گرسنه به نام خدا و دفاع از ناموس سپری کردند، هیچ سهمی در این همه چور و چپاول نداشتند. همین حالا در بازار و روی سرکهای کابل کیله فروشی می کنند، بیوزنان شهدا دستکول گدایی برگردن دارند و به لقمنانی محتاجند. ولی اینها بودند که همان پا برهنه ها، شکم گرسنگان و همان افتخار آفرینان به نام مجاهدین را هم بیوقار و بی عزت کردند. آری، زندگی و مرگ کارمل در کانتینر مایه ننگ این دزدان است که مرد می‌بینند یک انسان در مقام رهبری حزب و ریاست جمهوری و به گفته این آقایان کافر و کمونیست زندگی در عالم غربت و بیچارگی و تنگ دستی می‌میرد. با سپاس از توجهتان و لطف نموده کانال افغانستان پرس را سابسکرایب نمایید و با دوستانتان شریک سازید.